217 بهروز. این روزها روند واکسیناسیون با سرعت بیشتر و منظم‌تر ادامه داره. مرحله چندم می‌زنید؟ دوم. چطور بهتون اطلاع دادم؟ اس ام اس. چند روز پیش اومد اس ام اس؟ هر روز اومد. حالا دیروز برای اون اس ام اس اومد برای مرحله دوم. امروز که 8 یا 11 دقیقه بیایم اینجا. روند کار راضی؟ بله بله. قشنگ نشستم نوبتمون شد و واکسن زدی اومد. و خبری از شلوغی در مراکز واکسیناسیون نیست. مشکلی برای تامین واکسن نداری؟ الان فعلا مشکل نداریم. واکسن به میزان کافی هست و هر محدوده‌ای به سوله مربوطه مراجعه میکنه و واکسنشون رو میزنن. اینجا عالی بود. به ترتیب اومدن همه، خیلی هم خوب رسیده. خر بود. خیلی از جاهایی که بار رفته بودیم موفق نشده بودیم، اینجا منظم. 70 سال به بالایی که نوبت دوم هم دریافت نکردن، ما در خدمتشون هستیم. همشون هم خیلی منظم با پیامکی که براشون ارسال میشه دارن مراجعه میکنن. حالا اگرچه واکسیناسیون شرایط بهتری رو تجربه میکنه، اما در سایه عادی انگاری ها موج جدیدی از کرونا شکل گرفته. من 90 درصد ریام همه درگیر شدم. هیچ علائمی نداشتم، اصلا علائمی نداشتم. من اومدم دکتر گفت کرونا ریاد درگیر شده. با ویروس جهش‌یافته سر و کار داریم و یک جمعیت حساس همراه با یه ویروسی که سرعت انتقالش 2.5 برابر ویروس انگلیسی است و شدت بیماریش هم خیلی بیشتره. و در این بین با وجود محدودیت های تعیین شده برای مشاغل غیر ضروری در سطح شهر، خبری از رعایت ها نیست. شما تو این گذری که رفتید رعایت میشد یا نه؟ نه، من همه مغازه رو دیدم بازه، به نظرم رعایت نمی کنم. مشاغل هم بازن، دیدم هم بازن. شاید 20% رعایت کرده باشن. برای محدودیت؟ نه، متاسفانه خیلی کم. با توجه به تجربه ای که از موج چهارم کرونا به دست اومده، هر سهل انگاری میتونه شرایط رو وخیم تر کنه. وضعیت کشور خیلی ناجور شده، خیلی بدجور شده دیگه. مردم هم باید به مسئولیت خودشون آگاه باشن. اون چیزی که دستور داده میشه، اون چیزی که گفته میشه رعایت بکنن، تواصل رو حفظ بکنن و از ماسک اینا استفاده بکنن. به هر حال تقریبا سر داره. باید همه دست به دست هم بدن این مسئله رو حل کنن دیگه. اینه که یکی رعایت کنه، یکی رعایت کنه. شب نشینی های زیاد دارن، عروسی های میگیرن، اینا بالاخره نشانه اینه که رعایت نمی کنن دیگه. قطعا بیتوجهی به هشدارها و محدودیت های کرونایی کمکی به مهار این بیماری نخواهد کرد. باز بودن مغازه‌ها و پاساژهایی که جزء مشاغل غیر ضروری هستند نشون میده که موج پنجم کرونا و محدودیت‌هایی که برای مهار اون وضع شده هنوز جدی گرفته نشده و نیازمند نظارت بیشتری در اجراست. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.